به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان. خب ببخشین که نیومدم جلوی دوربین و باید به عکسم بسنده کنین. خب اشکالی هم نداره، مهم حرفامه. میخواستم درباره این سریال گاندو با هاتون صحبت کنم و اینکه من الان گاندو رو شروع کردم به دیدن، این بخشی که ازش اومده، و خیلی خوشحالم که این دار و دسته آقای روحانی رفتن که حالا یه مقداری آزادی بیاد و آقای روحانی نتونه اینقدر مسلط باشه بر صدا و سیما که داشت این سریال رو پخش میکرد. خب این یک خبر خوبه که اتفاق افتاده و باید در این رابطه بسیار خوشحال باشیم که چنین اتفاقی افتاد. خب در صورت توصیه میکنم سریال گاندو رو ببینین. این شاید یکی از سرگرمی‌هایی باشه که یا چیزایی که من دوست دارم نگاه کنم همین سریال‌های از این دست است که امیدوارم در ایران بیشتر و بیشتر از این نوع سریال‌های حالا اکشن، سیاسی، جاسوسی ساخته بشه، برای اینکه متوجه شدم بخش مهمی از ایرانیان یه چنین سریال‌هایی رو دوست دارن و وقتی که گاندو پخش میشه خیابونا یه خورد خلوت میشه. این علامت خوبه در هر صورت برای اینکه ایرانی ها یه خورد پی ببرن به این مسائل سیاسی و بدونن که چی گذشت که در قالب این سریال ها خیلی قشنگ گفته میشه و پخش میشه. حالا چه بسا که بخشی از این آدم هایی که تو این سریال ها بازی میکنن و اسمای مستعاری که دارن، مثلا ما نمیدونیم کیه، یه آقایی رو به نام رحمانی اینجا عنوان میکنن، رحمانی که یه آدم نادرستی از آب در اومد، همون برادر آقای روحانیه. اسمشون رو سعی کردن نزدیک بگیرن به اون کسانی که در واقع آدمای یا جاسوسن یا کارهای خلافکاری دارن انجام میدن یا دارن به اقتصاد لطمه میزنن یا تو بانک مرکزی هستن یا در هر صورت دارن فساد مالی و اقتصادی انجام میدن. امیدوارم که حالا این تهیه کننده و کارگردان و در هر صورت سناریو نویسای گاندو بیان اسما رو یه خورده بازتر بکنن که ما نخواهیم بگیم حالا منظورشون از این کی بود. برخی از ایرانیان و همینطور خود من گاهی نمیدونم که این شخصیتی که دارن صحبت میکنن دربارش واقعا این کیه، این نقشش چی بوده، کدوم جاسوس بوده. این یه مشکله. حالا من میخوام یه خورده در اینجا درباره یه خانومی صحبت کنم، یه کمی برای شما روشن بشه، بریم ببینیم که این کی هستش. توجه من رو گرفت برای اینکه در اون سریال خیلی قشنگ نقش خودش رو ایفا میکنه. خب این شارلوت والر گاندوی دو، این کی هستش؟ براتون میخونم. شارلوت والر گاندوی دو کیست؟ شارلوت افسر اطلاعاتی انگلیس 32 ساله با نام مستعار لوتی بود که در پوشش بخش سیاسی سفارت انگلیس در شهریور 94 وارد ایران شد. یعنی چی؟ یعنی 6 سال پیش. خب 6 سال پیشم چه اتفاقی افتاد؟ این برجام ننگین امضا شد. او دارای سطح اطلاعاتی بالا بود به طوری که سفیر انگلیس در تهران و هیچ کدام از اعضای سفارت حق پرسجو از اقدامات وی را نداشتند و به طور مستقل وارد عمل شد. لوتی با دیپلمات کشورهای مصر، پاکستان، کویت، گرجستان، آلمان، فرانسه ارتباط داشت و شبکه جمع‌آوری گسترده اطلاعات را از دیپلمات‌های سایر کشورها فراهم کرد. توجه کنین، شارلوت علاوه بر ایران تمرکز ویژه‌ای بر حوزه یمن، سوریه و نقش ایران در این کشورها را داشت و محل جلسات هماهنگی را در سفارت انگلیس و عموماً با حضور دیپلمات‌های فرانسوی برگزار می‌کرد. خب می‌خوام یه نکته‌ای بهتون بگم. من برنامه‌ای ساختم که روی در کانال آپاراتم هست، تو کانال یوتیوبم بود که بستن. خب در اون برنامه دارم میگم این لانه جاسوسی انگلیس رو اگر می‌بستن واقعاً از
شر اینا در امان، در امن و امان بودیم و در واقع از شر این انگلیس و این توطئه هاش خلاص می شدیم. شما دیدین که این سفیر شما توی اون هواپیمای اوکراینی که افتاد پایین یا بهش در واقع شلیک شد، در اون سانحه این اومد بیرون و برای خودش یک آشوبای خیابونی به پا کرد و شده بود سردسته آشوبگران. خب در صورت اگر که این سفارت انگلیس رو میبستن واقعا خدمتی میشد به ایران. حالا شارلوت در انتخابات سال 94 ایران به صورت مخفیانه اقدام به فیلمبرداری از مجموعه های حساس کشور کرده بود. وی همچنین در زمان حضور خود در ایران به طور جدی پیگیر بورسیه چونینگ برای جذب نخبگان ایرانی توسط سرویس انگلیس بود. آره اغلبش هم توی در دانشگاه شریف اتفاق میفته، جذب نخبگان. اینا برای خودشون میچرخن ببینن کجا نخبگان ایرانی هستن، اینا رو گولشون بزنن و با نمیدونم کلک و دوزک و حقوق و این چیزا قاپشون رو بدوزن. خب تصویر راست که در اینجا میبینین تصویر اصلی شارلوت والر است که اونو میتونیم در واقع در سریال گاندو، اون تصویر چپ هستش. خب تکمیلی، شارلوت در سال 1395 هین جاسوسی از مراکز نظامی سقز در کردستان به همراه یکی از اعضای سفارت فرانسه توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بعد از تعقیب و گریز در روستای ایرانخواه دستگیر شد. چه اسم قشنگی، روستای ایرانخواه. خب در صورت ایشون دستگیر شده در اون سال و حالا من همین الان نمیدونم که واقعا الان هنوزم تو زندانه یا داره چی کار میکنه، ولی خب به نظر میرسه که دستگیر شده و در اون زندان، چه بسا هنوزم در زندان باشه. خب من میگم که نوش جونش، میخواست جاسوسی نکنه و این کارها رو انجام نده. این اون خانم شارلوت والر هستش. خب در صورت توصیه میکنم سریال گاندو رو ببینین و اغلب هنرپیشگانی که در سریال گاندو بازی میکنن، من اینها افرادی هستن که تفکر انقلابی و جهادی دارن. اغلبشون کسانی رو که حالا من هنرپیشگاه اصلی هستن، به این دلیل این سریال رو دوست دارم. برای اینکه فقط موضوع سر این نیستش که شما یه هنرپیشه رو انتخاب میکنین و یه نقشی رو بهش میدین و اون میره اون نقش رو بازی میکنه، ولی وقتی که این هنرپیشه تفکر انقلابی باشه و حواسش به منافع ایران باشه و دلش برای ایران به تپه، اون نقشش رو خیلی قشنگتر بازی میکنه تا یه کسانی که وطن فروش هستن و ضد همه چی در ایران هستن. از همینایی که اسمشون رو گذاشتم سلبریتی، ببخشین برای این واژه، ولی اغلب اینایی که در این سریال هستن به باور من جزو سلبریتی ها هستن، برای اینکه وطن پرست هستن و شما احساس میکنین وقت این رو احساس میکنین در بازیشون و ارائه. در صورت هنرپیشه است، قراره که نقشش رو خیلی خوب بازی کنه، اما من بر این باورم که اینها بچه های انقلابی هستن. دمشون گرم. خب از شما دعوت میکنم که سریال گاندو رو حتما ببینین. با عشق بر عاشقان ایران شما رو به خداوند بزرگ ایران میسپارم. فعلا خدا نگهدار.